بعد در گزارش هنری با بهنام ناطقی سری می‌زنیم به بام موزه متروپولیتن نیویورک که این هفته تا پایان تابستان چیدمانی جدید از هنرمند نیویورکی دن گراهام رو به نمایش می‌ذاره. بهنام، برای بعضی‌ها دیدار از نیویورک به خصوص در فصل بهار و تابستون بدون سر زدن به بام موزه متروپولیتن اصلا تکمیل نمیشه، درسته؟ خب بله، به اونها میگن توریست‌های هنری که نیویورک با موزه‌های عظیمش، به خاطر این همه اپرا و باله‌هایی که داره، به خاطر 150 تئاتری که هر روز میره رو صحنه، 500 تا گالری نقاشی که داره، یکی از جذاب‌ترین مقصدها هست برای توریست‌های هنری. اما آدم اگه توریست هنری هم نباشه، رفتن به بام موزه متروپولیتن که در گوشه پارک عظیم مرکزی نیویورک قرار گرفته، یکی از جذاب‌ترین برنامه‌هاست به خاطر منظرهای یگانه‌ای که داره، ضمن اینکه هر تابستون تمام فضای اونجا رو میدن به یه هنرمند که یه چیدمان خاصی اونجا بسازه. کاری که هنرمند نیویورکی امسال دن گراهام همراه با معمار منظره گونتر وویت انجام دادن، انگار پارک و چشم‌انداز این ساختمان‌های آسمان‌خراش‌های اطراف و بام موزه رو به هم وصل می‌کنه. چیدمانی است به نام پرچین، آینه درو و گردش. هنرمند دن گراهام به چیدمان‌های خود قرفه می‌گوید یا پویان، هرچند که معمولاً اینها سقف ندارند. شیشه و فولاد و حصاری از دیوار پوشیده از پیچک بخشی از فضای اطراف را جدا می‌کنند بدون اینکه در آن تغییری بدهند. بازتاب درون و بیرون روی آینه شیشه دینامیسم گردش و تماشای منظره را برای تماشاگر عوض می‌کند. از یک سو جهان بیرون را با جهان خودمانی درون ترکیب می‌کند و از سوی دیگر با قرار دادن بیننده در داخل اثر، تجربه تماشا کردن را با تجربه تماشا شدن درمی‌آمیزد. Makes you aware of به صورتی که انسان رو آگاه می‌کنند از جایی که در آن قرار گرفته. دن گراهام میگوید در گالری که داشت هنر مینیمال زیاد نشان میداد، ولی به جای هنر مینیمال که شی است، کار خود او درباره مردم بود که همدیگر رو نظاره میکردند در حال تماشا. او میگوید این کار برای بچه‌ها هم خیلی خوب است، مثل اتاق بازی است، ولی برای پدر مادرها فرصتی برای عکاسی است، بنابراین کار خانوادگی. دستمایه‌های او ساده و حتی پیش پا افتادند. شیشه آینه دار و چارچوب‌های فولادی، چمن و پرچین در میلیون‌ها ساختمان امروزی کاربرد دارند. ایستگاه‌های اتوبوس و باجه‌های تلفن را از آنها می‌سازند. اما در کار دن گراهام، هنرمند مفهومی و مینیمالیست 72 ساله نیویورکی، تماشاگر وادار می‌شود به این دستمایه‌های روزمره و ظاهراً پیش پا افتاده نگاهی متفاوت بیاندازد، نگاهی کنجکاو و بازیگوش. I think it's Dan's work is always in a way very democratic. گونتر وویت، معمار سوئیسی چشم‌اندازهای طبیعت، میگوید کار دن گراهام همیشه خیلی دموکراتیک است و به روی همگان گشاده است، به خصوص بچه‌ها که بلافاصله تصویر خدا در اون پیدا می‌کنند و تبدیلش می‌کنند به یک اتاق بازی. او میگوید کاری است به غایت نرم و آدم رو به بازی و گردش دعوت می‌کند. تاماس کمبل، رئیس موزه متروپولیتن، در سخنانش برای رسانه‌ها اشاره کرد که در سال‌های گذشته چیدمان‌های زیادی از هنرمندان روی باغ بام موزه عرضه شدند، اما کمتر توانستند چنین بی‌درز باغ بام موزه و پارک شهر نیویورک را به هم پیوند دهند. این جدیدترین مجسمه در پارک همزمان شده با پایان تعمیر قدیمی‌ترین مجسمه پارک، اوبلیسک، یا ستون 3500 ساله از مصر باستان. کل اثر طی چند هفته کار مهندسان فنی، آهنگر و شیشه بود و باغبان روی بام موزه ساخته شده، به خصوص که بالا آوردن قطعات بزرگ از پیش ساخته از طریق آسانسورهای موزه امکان نداشت. دن گراهام گفته می‌خواستم رو بزرگتر بسازد، اما محدودیت وزن وجود داشت. گراهام 25 سال پیش با کار وویت که در اروپا به خصوص در محافل معماری شهرت پیدا کرده بود آشنا شد و چیدمان باغ بام موزه متروپولیتن دنباله همکاری آنهاست در چند چیدمان دیگر، از جمله در صحن کارخانه داروسازی نوارتی در وال سوئیس. چمنی که با اون کف بام رو پوشانده اند از یک سو محوطه اثر رو از بقیه بام جدا می کند و از طرف دیگر فضای شبیه به باغچه های حومه شهر رو می آورد به این پشت بام وسط شهر. آقای گراهام میگوید مشکل فنی هم وجود داشت، چون پرچین ها باید سرسبز و رشد کرده می بودند از همان آغاز. گونتر وویت پیچک پیشنهاد کرد. خود غرفه قرار بود مربع باشد، اما گونتر وویت مستطیل رو پیشنهاد کرد که مهم بود، چون پرچین هایی که دور بام بودن رو هم داخل کار کرد. او میگوید مشکلاتی هم ناشی از اشتباه های همکاران پیش آمد. استفاده از چمن حاضری یا استروترف ایده خود دن گراهام بود، اما میگوید گونتر وویت بهترین شرکت استروترف رو انتخاب کرد.
یک جاذبه کار جنبه پوشاننده چشم فریب آن است که وقتی از دور به آن نگاه می‌کنیم دیوار سبز پوشیده از پیچک آن با پرچین‌های سبز دورادور بام در هم می‌آمیزد و سطوح شیشه‌ای و فولادی آن مخلوط می‌شود با سطح شیشه‌ای آسمان‌خراش‌های دوردست. گراهام می‌گوید بیشتر هنر مینیمال درباره داخل گالری است، در حالی که کار او درباره خود شهر است. او می‌گوید این کار را با پروژه خانه‌ها در آمریکا شروع کرد، هومز این آمریکا، و همچنین چیدمانش در بنیاد دیا. او تأکید دارد که به همه شهر نگاه می‌کند در ارتباط با کارش. به قول کارن روزنبرگ، نویسنده نیویورک تایمز، این چیدمان در موقعی مناسب روی بام موزه می رود، چون به تازگی چندین ساختمان بلند در ضلع جنوبی پارک مرکزی شهر سر برآوردند که چشمانداز جنوب پارک را دگرگون کردند و سایه های دراز آنها در بعضی از ساعات روز بخشی از پارک را می پوشاند. چیدمان دنگراهام همین تحولات را باز می تابد و هم تماشاگر را وادار می کند که در برابر آنها بایستد. اما این تنها یک روی کار است. بازتاب تصویر روی آینه های مقعر ضمن یادآور تصاویر روان پریش دهه 1960 هم هستند. دنگراهام میگوید اعتراف میکند که در دهه 60 علف و حشیش میزده و کارش یک گوشه سایکدلیک یا روانگشته دارد. او میگوید هیچ وقت LSD امتحان نکرده، ولی یک گوشه روانپریش هم در کار او هست. او میگوید انحناهای کار باعث میشود که خانمهای چاق خود رو لاغر ببینند و بچه ها خود رو ابرمرد تصور کنند. کار این هنرمند 72 ساله که گستره پهناوری از نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، گالریداری و نقادی را در 50 سال اخیر در بر گرفته، در مرز میان مینیمالیسم و هنر مفهومی قرار دارد. هرچند گراهام ساکن نیویورک است، ولی سال‌هاست که کارش در نیویورک دیده نشده. آقای گراهام میگوید بعد از چیدمانش در نمایشگاه بنیاد دیا احساس می‌کند که نیویورکی‌ها او را فراموش کرده‌اند. او می‌گوید تماشاگران کارش اروپایی‌ها هستند و خیلی آلمانی اینجا خواهند آمد، چون به خصوص می‌خواهند نظاره‌گر بالای درخت‌های پارک شهر باشند. بله، گزارشی بود از بهنام ناطقی. دیدم که منتقدانش هم ایده خانه بازی رو در مقاله‌هاشون پوشش داده بودن خیلی. خب نه تنها منتقدهای شهر، بلکه بررسی این اثر و نقدش رو در روزنامه‌های شهرهای دیگه هم می‌خونیم. در وبسایت‌های هنری پورتیراژ هم می‌بینیم. مثلا دیدم آریل بادیک، منتقد هنر فاینانشال تایمز، اشاره کرده بود که این چیدمان سرشار از استعاره و کنایه است. از یه طرف به ساختارهای تزئینی اشاره داره که مثل تقلید یونانی یا تقلید ویرانه‌های گاتیک یا معابد یونانی، این چیزایی که در دوره نئوکلاسیک در قرن 18 معمول شده بود، برای فنون تو پارک ها می ساختن، در باغ های انگلیسی می ساختن. از طرف دیگه می بینیم که دنگراهام گرفتار روایت امروزی تر جادوی نئوکلاسیک هم هست، به خصوص ساختمان های مدرن و ساده و مینیمال معمارانی مثل میس واندررو. امساک و پرهیز از تزئین، مثلا تو اون غرفه بارسلون خیلی مشهور میس واندررو دیده میشه که گراهام هم ستایشش کرده، چون هم قرار بوده یک کار موقت باشه، هم مثل کار خود گراهام گل و گیاه رو با شیشه ترکیب کرده. و جاذبه این کار برای این منتقد ترکیب اثر خیال انگیز هست با منظره ساختمان ها در میانه نیویورک، به خصوص این حلقه آسمان خراش ها که پارک مرکزی شهر رو احاطه کردن. برای منتقد نیویورک تایمز کارن روزنبرگ، پرهیزکاری این اثر جالب هست که از بازیگوشی های هنرمندهای دیگه ای که در سالهای گذشته روی بام چیدمان گذاشته بودن دوری گزیده و یادآور شده که این منتقد که طرح مینیمال اثر باعث شده که شگفتی های اون جنبه بازتاب تصاویر، این ترکیب تصاویر درونی بیرونی، بازیهاش با نور و منظره، در نظر اول عادی و روزمره جلوه کنن، نه شکوهمند و پر جلوه. به همین خاطر هم با ایستگاه‌های اتوبوس و بازیهای تلفن مقایسه شده. این منتقد هم یادآور شده که گراهام همیشه در کارش به فضاهایی جلب شده که انگارش در لبه شهر شلوغ و حومه خلوت قرار دارن. منتقدها این کار رو به ویژه با نوع برخورد موزه متروپولیتن با هنر معاصر همراه یافتند، به خصوص در آستانه گسترش موزه به ساختمان موزه ویتنی چند خیابون اون طرف‌تر، ساختمان چهار طبقه ویتنی که
موزه متروپولیتن به زودی اونجا رو تبدیل به جایی برای عرضه مجموعه غنی از هنر معاصر خواهد کرد، بعد از اینکه موزه ویتنی به پایین شهر منتقل بشه. در حال اثری هست که هم با تاریخ هنر و معماری سرکار داره، هم با لحظه معاصر، و همونجور که رئیس موزه تاماس کمبل اشاره کرد، پیوندی به وجود آورده بین پارک مرکزی و بام موزه که متفاوتش میکنه با کارهای دیگه‌ای که در تابستون‌های گذشته روی بام موزه دیده بودیم.